به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، بچه دزدان، بزرگ دزدان، اکبر دزده، رهبر دزده، طلب جغل دزده، وزیر دزده، وکیل دزده، سه تا تبیله دزد، سه تا مقننه و قانون و اینا دزد، انتها با اجازه قرآن، با اجازه الله، با پروانه گرفتن از الله برای دزدی و غارت، غارت اسلامی. به خیلی ها بر میخوره، بر اینکه نرفتن دینشونو بخونن چیه. دین اونا اینه که سرشونو بزنن زمین، تهشونو هوا کنن، دینشون اینه برن سینه بزنن، دینشون اینه پنجره های امام رضا یا امامزاده دیگه آویزون بشن. اینا دینشونه. قرآنشون رو نمیرن بخونن چی توش نوشته. اگه بهش بگی قرآن تو بخون، یه مرتبه تمام آلوزاش میاد تو دهنش. میگه بابا من دارم از بغل این دوزا میبرم، چرا به دوزا فحش میدی؟ این دوزا با اجازه الله دارن دوزی میکنن، این دوزا دوزی اسلامی دارن میکنن. خب برای اینکه دزدی اسلامی بکنن، باید پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص فرو کنن روی پشت مردم. الله خوشش میاد، اون الله بالایی خوشش میاد. الله بالایی میگفت برین آدم بکشین، زن بچهش هم بردارین برای خودتون، هر چقدر دلتون میخواد هر استفاده میکنیم. اینا قرآن دارم براتون میگم، اگه نخوندی گرفتاری توه. برو بخون این حرفا که من میزنم، تو قرآن نوشته، سوره هشتم، سوره انفال نوشته. اگه کشتیش، بهشت همین جا مثل اون آقای زارعی مال تو. همه رو لخ کن وایسن نماز بخونن. اگر کشته شدی، خودم میبرمت حوری خونه، اونجا وسط قطار میکنم نماز بخونم. اما اگه نری آدم بکشی، یه سیخ تو ماتتت فرو میکنم و کبابت میکنم توی جهنم. وسط کار کبابیم میام آب جوش میدم، میگم اینم باید بخوری، بعدش هم گشنت میشه. حالا همونجور که داری جلزه ولز میسوزی، هی پوسات میریزه، هی دوباره در میاد، هی میریزه، هی دوباره در میاد، گشنت هم میشه. بعد درخت زقوم وسط آتیشا میاد بالا. با این درخت زقوم یه میوه هایی داره مثل کله شیطون میمونه. با این میوه ها رو تو باید بخوری واسه گشنگی، بعد میخوری میبینی تلخه، بعد دوباره یه لیوان آب جوش دیگه بهت میدم. با قرآن تو بخون. آبا کبل کبل کجای کارین مردم؟ با کی طرفید؟ یارو میگه من تو نفهمی میخوام بمونم. خب برنامه رو نبین، مگه من با اسلحه آوردم جلو برنامه تلویزیون؟ نبین، نمیتونی. گرفتاریت همینه، گرفتاریت همینه که نمیتونی نبینی. تو دنبال دوزای الله آسمونی هستی. الله زیر زمینیه،
چاش فعلا تو قمه، قبلا تو سامره بوده، بعدم اون مؤسسه امام زمان شناسی گفت توی جزیره خزرا زندگی میکرده، جزیره خزرا نزدیک مالاگاس، جزیره لختیاس. امام زمان مثل همه عربا میمونه دیگه، اگه امام زمانی وجود داشته باشه عربه، جزیره لختیا رو دوست داره. این برنامه های تنیس رو ببینین توی دبی و نمیدونم قطر و اینا اجرا میشه، دخترها همه میان لخت اونجا تنیسشون رو بازی میکنن، هیچ اشکالی هم نداره. این آخونده میشینن، این کف یقالا میشینن نگاه میکنن، دست میزنن. فقط تنها فرقی که با فرنگستون داره، حالا آبجو رو زیر میزی میزنن یا ودکا تو اونه نمیدونم یا آب میخورن، یک کدوم از این هاست. ولی من میدونم تمام اینا عرق خورن. امام زمانم رفت جزیره خزرا، اونجا جزیره لختیا، زنا مردا لخت اونجا هستن کنار دریا در مالاگا. با آخونده میاد چی میگه؟ میگه من تای چا بودم، صبحونم خوردم، با امام زمان کلی صحبت کردم، یه امضا ازش گرفتم. اینا قبول نداری؟ امام زمان امضا کرده. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. این ماجرای چهارشنبه سوری که من از روز دوشنبه یه مقداری جسه گریخته راجع به صحبت کردم بیخ پیدا کرده و مقدار زیادی از وقت امروز منم فکر میکنم بگیره. ولی قبل از اینکه برم سراغ اون، یه مسئله ایست من به شماها بگم. ببینید دوستان عزیز، فقط و فقط برای یک ساعت برنامه هات برد آقای همایون 150 دلار میده، فقط برنامه هات برد. منتها تا برنامه کانال 5 نباشه برنامه هات برد وجود نداره. حالا اگر جمع اینا رو بخوای بزنی، با خود آقای همایون صحبت میکردم، گفت پولی که تو داری به من میدی من حاضرم، ما یه چیزی هم بهت بدم. این کار رو راست میگه، حق با اونه، چون بابت کار من داره ضرر میکنه، عجیبش داره پول میده، یعنی کمک میکنه به من. این ساعت‌های هات برد اینجا به خصوص محدوده. مضافه بر این، از دوم اسفند هر شب ساعت 12 شب بازپخش برنامه منه، یعنی در واقع 28 روز در ماه، نه 20 روز یا 22 روز در ماه، 22 تا 2 ساعت 44 ساعته. هر جوری حساب بکنی آقای همایون ضرر میکنه، ولی هیچ وقت اعتراضی به من نکرده که ضرر میکنه. قراری که با هم گذاشتیم اینی که من چون دیدم یه نفر روز دیروز بود اومد روی چیز با آقای همایون صحبت کرد، من اعتراضی ندارم، خلاصه سپاسگزارش هم هستم چون واقعا داره کمک میکنه. چیز دیگه ای نه، همین بود. به خدمتتون عرض کنم در باره اینم که دیروز من نیم کاره گذاشتم، اینم میذارم آخر برنامه میخونم دیگه. کتاب و فیلم و اینا نمیفروشم چون شما نمیخرین، فرقی نمیکنه دیگه، چه وقتمو تلف بکنم برای چی؟ این زمان قیمت داره، پول داره. ولی شماها نه فیلم میخرید نه کتاب میخرید نه هیچی، این که برنامه خودم رو اجرا میکنم دیگه، کتا آمدم، کار دیگه نمیتونم بکنم. یکی از کسانی که من ازشون اسم بردم
17 تا ایمیل برای من فرستادن. گروه نادرشاه بزرگ. ببینید، حرفی که اون روز من زدم، حرف این بود که همه گروه ها روز چهارشنبه سوری به قصد دهنکجی به حکومت دینی میان بیرون. هر سال هم میان این کارو میکنن، تا نصف شب هم هستن. حکومت خودش یه در زخمی میکنه، میگه که اینا دیشب نمیدونم اومدن آتش بازی بکنن، خودشون رو سوزوندن. خیلی حرومزادگی ها داره حکومت. حالا تازه این یارو خره رئیسشه، وای به اینکه اون روباه خاتمی بیاد رئیسش بشه، اون وقت نمیدونین چه خبر میشه. بچه هم تموم میشه، فردای صبح اون روز دیگه خبری نیست. اما اگر اون جایی که من به شما راجع به پاشنه آشیل گفتم، نقطه ضعف حکومت، توی این گزارشایی که دیروز از ما هستیم رسیده بود، دو جا مردم جلوی پاسدارا وایسادن، یه جا یه دختری رو میخواستن ببرن پس گرفتن، برای اینکه به اینا دستور دادن کاری نکنید که شورش بشه. اونها بیشتر از شما، ببینید دولت ایران از هیچ چیزی نمیترسه جز از شما مردم. یک جام یک کسی داشت فیلم میگرفت با دوربینش، اومدن دوربین بگیرن، باز مردم، من اینا رو فیلمشو دیدم، مردم مقاومت کردن و یارو راش کشید رفت. هر جا جلو اینا وایستید اونا میرن. چهارشنبه سوری یکی از این زمان هاست. این گروهی که الان من میخونم اعلامیهشون رو براتون میخونم، گروه نادرشاه بزرگ طرح داره، منجاها میگه اگه به ما کمک نکنید هیچی نمیشه. اگر همه تون اومدین کمک ما، اون روز آخرین چهارشنبه سوری رژیمه. این ادعا رو داره میکنه. من تو ایران نیستم، ولی حرفایی که داره میزنه، این فرنگی ها میگن make sense. آدم مجبور میشه روش حساب بکنه. اومده یه جایی رو دیده، یه جایی رو تعیین کرده، یه نقطه‌ای رو پیدا کرده و اینجوری که برای من نوشته، براتون میخونم همشو، از نظامیاتشون هست و میخوان از اونجا حرکت کنن و برن. کجا میخوان برن نمیدونم، ولی میگه ما اون شب کار رو تموم میکنیم، اما ما فقط 3-4 هزار نفریم. ما احتیاج به مردم، به گروه ها، به هر کسی، با هر مرامی، با هر فکری، فقط دشمن جمهوری اسلامی باشه بیاد به ما کمک بکنه. ما نه رهبریم، نه راهکاریم، نه هیچی نیستیم. ما میخوایم مملکت رو بگیریم برای مردم ایران. این حرفاییست که داره میزنه. اگر چون چهارشنبه سوری سالی یه روزه، اگر واقعا شما که تو ایران هستید و شماها که الان قدرتی هستید، به خصوص این برنامه ما هستیم و من دارم میبینم، خیلی ها ممکنه نخوان یا حسودی کنند یا چیزی دیگه بگن، من دارم میبینم، من دارم ایمیلاشو میگیرم، من با شایعه کاری ندارم، ولی اگر 300 تا ایمیل بر من اومد، 50 تاش ما هستیم بود، معلومه یه عده اونجا هستن دارن یه کاری میکنن. فقط نشینید ایراد بگیرید که من اگر گفتم، فرض کنید آقای نوریزاده گفتش که اون روز ملت ایران گفت ما نیستیم،
نمیدونم بعد تفسیر کنین فلان، به اصل قضیه برسید. عزیز من، جان من، اینقدر نشین تای خونت با شماره عوضی منفی بافی بکن. کاری داری، حرفی داری، بیه جلو. اینا الان اومدن جلو، تو فقط بگو نمیشه. آقای نوریزاده خودش جز به انقلابیون بوده، اینجوری میخوای بگی از اون 35 میلیون 20 میلیونش انقلابی بودن؟ ببین عزیز من، ما احتیاج به هم داریم، ما همدیگر رو لازم داریم. تنها کاری که حکومت با سیاست انگلیسی داره میکنه تفرق انداختنه بین تلویزیون های اینجا، بین گروه ها، بین آدمایی که تو ایرانن. این سیاست اون جکعس بیناموس بی همه چیز، یادتونه توی تلویزیون آزادی اسم گذاشتم جکعس، جک استرو وزیر خارجه انگلیس بود، یک بیشرف بیناموسی دومیش خودشه. اون از اوناست که زن و بچهشو میفروشه به خاطر اینکه بیاد یه آدمی بشه. اون پول میگیره از دولت ایران، همینجور راحت دارم میگم، بره منو سو کنه. این مزخرفاتی که تو اون نمایشگاه گفته، یه چیزی بهش دادن بیاد اونجا حرف بزنه، اینم وقتی پول بهش میدن میره راحت اونجا هر کاری میخواد میکنه. این کثافت‌تر از آخونداست. اون حکومت دینی دست پرورده این انگلیس هاست، سعی میکنه همش من با تو فوش بدم، تو به من فوش بدی، سعی میکنه ما رو نذاره ما بشیم، میگه به من بشن، خود منهای که با هم بجنگن من خیالم راحته دیگه، من گرفتاری ندارم. اونا انقدر سرشون به جنگ با هم دیگه گرمه که من کار خودم رو میکنم. دو نفر دزد زری دزدیدند، سر تقسیم به هم جنگیدند. آن دو بودند چو گرم زد و خورد، دزد سوم زرشان را زد و برد. اینا همیشه از این حالت استفاده میکنن. همین الان این سه تا کشور اروپایی که اومدن نمیدونم تحریم نوشتن و فلان، اینها 30 سال آمریکا رو بیرون کردن از این منطقه. الان منطقه دور ایران و آمریکا گرفته، اینا میخوان به یه جوری بیان خودشونو وارد صف بکنن. مردم به خودتون متکی بشید، منسجم بشید، جمع بشید. بذارید من اینو براتون بخونم، بعد بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. میگه که این یک قسمت از یکی از ایمیل هاست. سوم این که آنها را به دو منظور به آنجا دعوت کنید، به من میگه. اول دومشو نخوندم براتون، منظور سومشو میگه که برای چی اونجا دعوت کنید. یکی مشارکت در حرکت و دیگر این که چهارشنبه سوری مهیج و خوبی داشته باشند. مهم نیست که آنها به چه منظور به آنجا می آیند، فقط آنجا را شلوغ کنند که از کنترل خارج شود. آن وقت ما خود هدایتشان می کنیم و چه بخواهند و چه نخواهند با ما همراه خواهند شد. با ایجاد هیجان می شود آنها را به اون سمتی که به نفع ملت ایران است کشانید. مورد بعد، با هر سن و سال و هر جنس می توانند شرکت کنند. از همه دعوت کنید، به خصوص دخترها، دانشجویان، و اینکه سعی کنند با نامزد یا همسر یا دوست جنس مخالف خود بیایند. مورد دیگر، به خانم ها بگویید که می توانند بی چادر و روسری شرکت کنند، با آنها که می توانند در آن روز خاص حتما
حجابشان را بردارند که از همان لحظه پوشش آزاد و آزادی جا بیفتد. خیلی از مردم میدانند میآیند که دید بزنند. اگه اینجوری بشه مردم بیکارم میان دید بزنند. عجب بابا ما بدیم، عجب بدیم، خیلی بدیم. این اسلام اینجوری مون کرده ها. فعلا این مردم الان میان اینجا توی امریکا کنار دریا همه لختن، نه دیوی میزنن نه هیچ. دیگر این که فاصله خودتان را با ما حفظ کنید. من قربان تو فاصله را چجوری حفظ کنم؟ من با شما 12,000 مایل فاصله دارم. اگر دوست داشتید این کار و روشی را که گروه در پیش دارد تایید کنید. ببینید من هرچی شماها بگید چون به دلم نشسته حرفای شما رو بازگو میکنم، اما اگه بگی شما رو تایید کنم یا تکذیب کنم هیچ کدوم رو نمیتونم بکنم. برای اینکه من 30 سال از ایران بیرونم، شما هم چند تا ایمیل برای من فرستادید، حتما هم راست میگی، حتما راست میگی، ولی دلیل نداشت اینقدر برای من ایمیل بفرسی. اما از من چیزی نخواه. من تنها کاری که دارم برات میکنم همینه. تنها کاری که میکنم میگم مردم اگر میبینید این کار خوبیه برید، برید کمک کنید. ممکنه اتفاق بیفته. ببینید هیچ چیزی جز شماها نمیتونه این حرکت رو بکنه. توی ایمیل های دیگه نوشته ما یه عده هستیم جونمونو گرفتیم کف دستمون میخوایم این کار رو بکنیم. با این کار هم دوستان شما هم کسانی که با شما مخالف هستند می آیند. تأکید کنید که این کار فقط تجمع و شعار دادن نیست و از آن محل به سمت ساقط کردن حکومت پیش خواهیم رفت. این حرف بزرگیه ها، اینو گوش بدید. در هر شکل ممکن و هیچ چیز مانع ما نمی شود کسانی که با ما می آیند در این حرکت شرکت می کنند، برنامه ریزی کنند که تا چند ساعت بعد از پایان کار حکومت با ما باشند و با 40% اولویت شغلی و برای آنها امکانات رفاهی و غذا تهیه دیده شده است. دیگر اعلام کنید کسانی که در حرکت شرکت می کنند بزرگترین خدمت را به میهن می کنند و ضمن قدردانی با اهداء پاداش و استخدام آنها با توجه به شایستگی با 40% اولویت شغلی مناسب داده می شود که خدمات دائم داشته باشند. اینها دیگه مربوط به خودتونه در ایران و اگر بخواید اختیار مملکتتون رو خودتون دست بگیرید. کسانی که در مشاغل آزاد کار میکنند با مشاغل آزاد یا مشاغل آزاد را ترجیح میدهند، نمیخواهند در خدمت دولت باشند، میتوانند از خدمت بیمه مخصوص و درصدی، اینا حتی برنامه بعد از این کار را هم کشیدن. کار اینا مثل که کار جدیه. دیگه تمام نیروهای وظیفه که در لحظه اول به مردم بپیوندند و همکاری کنند پایان خدمت فوری صادر می شود و مثل دیگر شرکت کنندگان از امتیازات گفته شده برخوردار می شوند. شرکت کنندگان در لحظه اول ساعت 17 تقاطع را مسدود کنند و به رانندگان اطلاع دهند که چه در پیش است نگران خودروی خود نباشند، در همان مکان دبها را قفل کنند و به ما بپیوندند.
مامورین که مردم میپیوندند کلاه از سر بردارند، دکمه های لباس بالا را باز کنند و خشاب از اسلحه جدا کرده لوله اسلحه را در دست بگیرند و به طرف زمین آویزان نگاه دارند که شناخته شوند و داخل مردم شوند. بعد میگه تمام نیروی وظیفه، اینو خوندم، در صورتی که کسانی که از طرف این حکومت فاسد به روی مردم اقدام کنند برای همیشه دشمن ملت محسوب میشوند و در هر شرایطی چه شکست و چه پیروزی آنها خائن به ملت هستند. از تمام همیهنان سراسر کشور دعوت میشود هر کسی با این حکومت مخالف است خود را به آن محل برساند که از امتیازات شرکت در پیروزی برخوردار شود. مکان حضور تقاطع خیابان نظام آباد و سبلان یا خط 2 مترو ایستگاه سبلان، تاریخ 27/12/87 شب چهارشنبه سوری، نوشته ساعت شروع 5 بعد از ظهر، ولی 1 ربع زودتر اونجا باشید. اگرم کاری دارید میخواید اطلاعات دیگه‌ای بگیرید، ایران 2009 _pars@yahoo.com ممکنه بتونید بخونید، این مقداری سخته، ولی ایران 2009 _ داره اون پایینش pars@yahoo.com. تمام ایمیلاشون هم با چیز می نویسن، با انجام باز نوشته مکان آن تقاطع خیابان نظام آباد شمالی، نظام آباد و سبلان، ابتدای سبلان شمالی، با خط مترو، با خط 2 مترو ایستگاه سبلان که توصیه می شود افرادی که از راه دور می رسند تا حد ممکن از مترو استفاده کنند. از تمام افراد می خواهیم که به ساعت قرار توجه کنند و سعی کنند در همان لحظه، چون سیل خروشان به مردم هجوم بیاورند و سعی کنند که نه 1 دقیقه زودتر نه 1 دقیقه دیرتر به محل برسند. این مورد بسیار مهم است که خطوط مسدود شده توسط حکومت را به راحتی می شکند. توجه داشته باشید که مأمورین دستور دارند راه شما را سد کنند. زمانی که از کار ما اطمینان پیدا کنند و بدانند که فردای اون روز حکومتی نیست که آنها را سرزنش کند، آنها هم به شما می پیوندند. و دیگر بدانید که همین مأمورین خود از حکومت می ترسند و ترس از محاکمه و مجازات آنها را وادار کرده جلوی شما بایستد. سعی کنید آنها را امیدوار کنید به فردای آن روز که دیگر حکومت علی روضه‌خان وجود ندارد. وظیفه همه مردم هست که با مأمورین صحبت کنند و بدانند که آنها از ما و کار ما بیخبرند. باید با آنها بگویند که این آخرین مأموریت برای این حکومت بوده است و از همین لحظه پایان یافته. همه بدانند که ما از ساعت 5 تا 5:30 در همان محل میمانیم و بعد از آن حرکت میکنیم به سمت اندامهای حیاتی حکومت که حیاتش را پایان دهیم. میگه این حکومت بیشتر از آنچه که شما فکر میکنید ضعیف و ترسوست. این مأمورین را که به خیابان میآورد از ترس خودش هست، از شما مردم وحشت دارد. دیگر اینکه از تمام هممیهنان، از پیر و جوان، از زن و مرد و از سراسر کشور عزیزمان دعوت میشود در این اقدام ملی شرکت کنند و در محل قرار حاضر شوند. خیلی ایمیل برای من فرستاده و حرفاشون هم همه یک جوره، یعنی کج و رج حرف نزده، یعنی یک نوع همون جوری که گفته اومده جلو و همه حرفاش همون جوره. اینی که دوستان عزیزی که در ایران هستند، اگه خواستید ایمیل برای من بفرستید یا اگر خواستید از خود اینا سوال بکنید، چون من چیزی ندارم که به شما بگم بیش از این، جز این که حرفای اینا به دل من نشسته،
نه شاهی هن، نه مصدقی هن، نه تودهی هن، نه مجاهد هن، نه هیچی ایرانی هن. ضد حکومت دینی هستند. با هیچ کدوم از گروه ها بد نیستن، دستشون دراز برای مساعدت گرفتن از همه گروه ها. با این وضعی که داره میگه، حتما طرح بعد از این کار رو هم داره. در ایمیلای دیگرش نوشته که نظامیان زیادی با ما دارن همکاری میکنند و امیدوارم یعنی اگر چنین اتفاقی قرار بیفته، بهتره همین چهارشنبه سوری بیفته. چون من بذارین اعتقاد شخصیمو بگم، من هیچ چیزی این حکومت رو سرنگون نمی کنه مگر خودش در اثر ظلمی که به مردم میکنه ناراضی برای خودش میتراشه. همین آقایی که اینو برای من نوشته حتما از یه جا شروع کرده، ولی یه شبه که آدم این همه طرح نمیده که ناراضی شده، اومده رفته ناراضی های دیگر جمع کرده. یعقوب لیث صفار وقتی ناراضی شد، اومد رفت سراغ ناراضی ها، ناراضی ها رو با هم منسجم کرد و اومد حکومت رو گرفت. جزو دانشجوها هستن. میگه تعداد ما تقریبا نصفش دانشجو و مدرسه، یعنی حتی از معلمینشون هم دارن استفاده میکنن. اما این 3000 نفر اگر حرکت بکنن روز چهارشنبه سوری و شماها کمک بکنید، طرفت العین میشه 30000 نفر. و 30000 نفر خیلی ساده میشه 3 میلیون نفر. هیچ حکومتی جلوی سیل مردم نمیتونه وایسه. هیچ حکومتی. من یه چیزی به شما بگم، ممکنه شماها بگید که فاضلی دیوونه شده این کارا رو داره میکنه، این کار کژولتی داره، آدم کشی داره، همه اینا که میگین درسته. آزادی رو مجانی به کسی نمیدن، آزادی بها داره. همه زندگی تو برداشتی گفتی من آدم نیستم، من مقلدم، دادی دست آخوند، حالا اینو میخوای پس بگیری. این بها داره. پدران مادران، شماها به بچه هاتون بدهکارین. آزادی بها داره هر کجای دنیا باشی. تو فکر میکنی همین امریکا بدون بها آزاد شدن مردم؟ یه ایمیلی هست اینجا، هر کی میخواد براش بفرستم. علت ترقی انگلیس رو خوندن میدونه. اون وقت اون بیناموس بی همه چیزه، نمیدونم، من راجب سگا نمیتونم صحبت کنم چون یه ده هجوم میارن که آقا ما سگامونو دوست داریم، ولی اینا سگای استخونریز نازی‌آباد بیشعور، نفهمه، نمیخونه و فقط حرف آخوندو گوش میده. مثل همون سگ نازی‌آباد تا کیشش میکنه میده اونور. من هر روزی میگم آخوند دوزه، 3-4 تا از اینا میان سراغم. اینا از آشغال بدترن، زنم توشون داره، مردم توشون داره. یه خانمی از ایران ایمیل برای من فرستاده که اینایی که تو میگی غلطه، برو بخون. باش، من که حرفی ندارم از خوندن، اما تو هم برو بخون زن،
برو بفهم حرف من اینه. با یکی از دوستان دیروز صحبت میکردم، گفت میگن آقای فاضلی راجب مصدق بد فکر میکنه، مگه من حق ندارم فکر بکنم؟ آخه چقدر دیکتاتوری، تو که میگی مصدق آزاده بود، تو حق فکر کردن منو از اروپا از من میخوای بگیری؟ یا آقای به من تلفن کرد گفت آقا میخوام از مصدق کتاب بخونم بفهمم. گفتم عزیزم اولش خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو برات میفرستم، خودش نوشته، کسی هم دست توش نبرده. بعدش کتاب محمد مجزا رو برات میفرستم که از خود اون کتاب استفاده کرده، میگه آقا اینا با اینا نمیخونه، مثل قرآن که نمیخونه با هم دیگه، ولی تو چون ایمان داری بابایی هستی. آخه ایمان به نادانی چیز خوبی نیست. بازم من نمیگم نداشته باش، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی حق فکر کردنی که تو نمیتونی از من بگیری، که عقیده منی که نمیتونی از من بگیری، که تو چرا اینجوری فکر میکنی؟ بعدم میگه من آزادم. آزادی چی؟ آزادی یعنی هر چی تو میگی، هر غلطی تو میخوای بکنی، من باید دنبال تو بیام تا تو بگی آزادی، منم آزادم؟ ای مردشور اون آزادی رو ببره. این همه سال تو خارجیم، بریم ببینی یارو گفت من جونم رو میدم که دشمنم بتونه حرف خودشو ضد من بزنه. بابا یه خود شعور پیدا کنید. من نه با مصدق دشمنم، نه با شاه دشمنم، نه با من میرم میخونم، خودم هم قضاوت میکنم، اونایی هم که میفهمم توی مغز کسی نمیخوام فرو کنم، ولی کسی هم نمیتونه به من بگه که تو اینجوری فکر نکن. به تو چه آقا؟ میخوام اینجوری فکر کنم. آقا تلفن کن من به تو وجود خدا رو اثبات کنم. به خودت ثابت شده، برو دنبال کارت، با من چی کار داری؟ آقا من میخوام راجع به روح با شما صحبت کنم. من نمیخوام با تو صحبت کنم، من روح قبول ندارم. تو قبول داری؟ من که گرفتاری با تو ندارم. من که نمیگم تو قبول نداشته باش، من که نمیگم خدا نیست، ولی عقیده خود منه که تو نمیتونی عوض کنی. هر وقت اومدم به تو گفتم اینی که تو مغز منه تو هم بگو، هرچی تو میگی درست. باور کنید، باور کنید بعضی وقتا سرمو میخوام بکوبم به دیوار، نمیدونم امروز میرسم، 12 دقیقه بیشتر وقت ندارم و این هم دو صفحه است. این همون مطلبی است که دیروز از اون آقایی که گفتم مثل اینکه میخواد ما رو بذاره سر کار. من یه پاراگراف از این براتون میخونم. نه اینو باید همشو با هم بخونم. کسانی که ببخشید من یه تیکه، چون ازم خواستن اسم فیلمایی که دارم بخونم، اگه اجازه بدید بخونم. از بهروز وثوقی یه پکیج اینجوریه، فیلم ها هست: گوزنها، زبی، سوت دلان، سازش، ست دیگهش عوضی گذاشتم، از چیز گذاشتم، از سمت گذاشتم، حتما فروختم رفته. و یکی دیگه این هست که این همش مال بهروز، این هفت هست، البته این هم هفت هست: تنگسی، توقی، دشنه، فرار از تله، داشاکل، همسفر، کندو. این فیلم های آقای بهروز وثوقیه. هر هفته فیلم صمد هستش. الان اینجا دارم صمد و اژدها، صمد خوشبخت می شود، صمد در به در می شود، صمد بیچاره می شود. این آقای صیاد هنرمند خوبیه. از آقای فردین این بسته ای که هست، هفت فیلم توشه: گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح،
قصر زرین، یاقوت سه چشم، غزل سلطان قلب ها. اینا رو باز فردا تلفن میکنی میگی آقا من نفهمیدم، دوباره از نو بخون. هر دفعه من اینا رو دارم میخونم. از آقای ناصر ملک مطیعی، اینجاست. مهمان اوستا کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، پل و رقاصه. این پکیجا که میبینید اگه یه وقت بخواید سبا کنید که از هر کدوم یه دونه فیلم باشه، اون کارم براتون میتونم بکنم. از خانم گوگوش، بیتا ممل آمریکایی، پنجره در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. این مجموعه کامل ایتالیا ایتالیاست، اون سریالی که تلویزیون درست کرده بود و سریال کامل اینجا. این مجموعه کامل سریال دایجان ناپلئونه، 8 ویدیوس و 7 دیویدی هم هست از وحدت و ارحام صدر. یکی از دوستان عروس فرنگی رو میخواد، هنوز پیدا نکردم و اگر پیدا شد حتما رو ار میگم که براتون بفرستم. خاک ناسپاس 10 دیویدیه، فکر میکنم 2 یا 3 باشه. اینایی که دادم جدیدن چاپ بکنن اینجوری نمیاد، در 2 از اینا میاد، حتی هر کدومش 5 تاست. این 10 یا میراثداران کوروش، نه فکر میکنم 1 است، چون 1 شو یه نفر تلفن کرد گفت بر من نگه دار، 1 است. میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس‌های خانواده پهلوی و وقایع تاریخی ایران. این فیلمایی است که من دم دست دارم، یعنی اینا آماده است، همش مال شرکت چهره نماست. اگر کیفیت فیلم ها رو میخواین، شنبه و یک شنبه هر هفته یه دونه از این فیلم ها رو میذارم، میتونید بشینید نگاه کنید و ببینید کیفیت فیلم ها چطوره. کیفیت فیلم ها از نظر من بی نظیره. راجب برنامه خود من، برنامه من از روز دوشنبه، این آخرین باریست که شما یک شنبه برنامه منو میبینید، یعنی این برنامه که الان هست یک شنبه. از هفته دیگه شنبه یه شنبه آخر هفته ها من برنامه ندارم. صبح ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شب ساعت 12 تا 1 به وقت لس آنجلس. اگر خواستید وقتی به این چیزا دسترسی نداشتید، rezafazeli.com و rezafazeli.net میتونید برید برنامه رو به صورت زنده هر وقت بخواید ببینید. در rezafazeli.com برنامه ها 25 روز میمونه، در rezafazeli.net برنامه ها از ماه اکتبر شروع شده و همینجور میمونه تا آخر، هیچ وقت بین نمیره. هر وقت بخواین با سیستم های مختلف، با دور تند، با دور یواش، میتونید برید دانلود کنید، میتونید برید پیاده کنید برای خودتون. مثل این که همه حرفامو زدم، به جز این که کتاب هایی که دوستان میخوان. دیروز یه کسی تلفن کرد گفتش که آقا من یه کتابی میخوام به نام دخترم فرح. گفتم قربونت برم خانم دیبا، هیچ وقت کتابی ننوشت، این کتابو تو ایران نوشتن و دروغه. آقا من میخوام دروغو بخونم. من سانسور ندارم که، من که سانسور چی نیستم. رفتم کتابو خریدم، گذاشتم تو پست براش فرستادم. آقا من کتابایی که راجع به مصدق بد نوشته هیچ کدومش نمیخوام.
هر چی کتاب راجع به مصدق خوب نوشته میخوام، من برات میخرم میفرستم. برعکسش هم این همین. ببینید، یه آدمی مثل آقای شمشیری میاد تحقیق میکنه، چیزهای تاریخی مینویسه. یا آقای تلفن کرد گفتش که به این دلیل به این دلیل به این دلیل من این قسمت رو باور نمیکنم. شما وقتی کتابو میخونید مخیر هستید که هر چی دلتون میخواد باور کنید، هر چی دلتون نمیخواد باور نکنید. اما وقتی یه کتابی رو میخونی میبینی که یه گرفتاریای توش داره، شما میای میری یه کتاب دیگه میخونی ببینی راست میگه دروغ میگه. 90% کتابا آخرش بنمایه دارن، یعنی میگه من این کتابا از اینجا از اینجا از اینجا از اینجا برداشت کردم. وقتی آدم بخواد تحقیق کنه میگه که خیلی خوب این بنمایه رو من برم بخونم ببینم این راست میگه یا نه. اگه یک نویسنده اومد 20 کتاب نوشت، من رفتم رو بنمایه اولی دیدم دروغ میگه، همه 20 کتابش رو میذارم کنار. شجاع‌الدین شفا 10 کتاب نوشته. یه آقای از واشنگتن تلفن کرد گفت آقا چجوری میتونم بخرم؟ گفتم پکیجشو بخر ارزونه، اون ستار هم باید بخری $150، یه کتاب دیگه هم گذاشت روش، همه رو خرید $500. از این $500 حداقل $170-180 به این برنامه استفاده میرسه، تو جیب منم نمیره. این به درد اون بچه های تو ایران میخوره. این حرف های نگفته شده ای که من دارم میگم مال آیندگان توه. از روزی که خیام به دنیا آمد گفت، فردوسی گفت، ابوالعلاء معری تو عربستون گفت، اینا همه گفتند ما نشنیدیم. آقایون همسن و سالای ما که همه تون هم اسم کسروی رو شنیدید، هم موقعی که اونو ترور کردن زنده بودید، چند تا از کتابای کسروی رو خوندید. ما تنبلیم به خوندن، ما کتاب خون نیستیم. من اومدم کاری که دارم میکنم اون کتابا رو میخونم، میام برای شماها تعریف میکنم. یه دی نمیخوان بفهمن، تلویزیون رو خاموش میکنم میرن دنبال زندگیشو. یه دی نمیخوام بفهمن، میشینن تلویزیون نگاه میکنن به من فحش میدن. من بارها و بارها به شما گفتم من ممکنه بیام بگم به شما خدا نیست، اما نمیگم تو بگو خدا نیست. ببین ممکنه اما نمیگم. خوب گوش بده همه ی حرفای منو. فره به هر چه رو گردن انداختی من، تو زرتشتی هستی. وقتی تو نمیفهمی معنی فره به هر چیه، من جوابی ندارم به تو بدم. هر قومی، هر ملتی، هر گروهی یه سمبول دارن. برو رو سنگ نوشته های ما نگاه کن ببین سمبول ما ایرانی ها چی بوده. اگر دیدی سمبول ما چی بوده باز برگشتی همون حرف رو تکرار کردی، من حرفی با تو ندارم، تو راست میگی. این فرابهر از وقتی حکومت دینی اومده این تلاییش هم هست، دستبندش هم هست. اون وقت زمان اون خدا بیامرز که بیدین بود از نظر اینا، ولی اون مسلمونتر از اینا بود، همه الله گردنشون بود، علی و محمد گردنشون بود. امروز ایرانی ها فر به هر گردنشونه. ما حداقل اینو به این حکومت بدهکاریم که ما رو به اصل خودمون برگردوند. تو اسم بچه تو غلام حسین و غلام عباس و غلام علی و غلام حسن و غلام و غلام و غلام و غلام میذاشتی، یه مش عرب رو برمی‌داشتی می‌آوردی تو خونت.
آیا تو عربی رو میشناسی اسم پسرش منوچهر باشه؟ اسم دخترش گیتی باشه؟ چنین عربی رو تو جایی میشناسی؟ ولی تو چون هویت نداری، تو چون ملیت نداری، باید جیر خور عربا باشی. اونم نه جیر خور، غلام علبا باید باشی، غلام علی باید باشی، غلام حسین باید باشی، غلام حسن باید باشی، غلام عباس باید باشی. حالا برگرد ببین امضاهایی که میاد یه دونه اسم عربی توش نیست. عقلمون نمی رسید، عقلمون نمی رسید غلام رضا یعنی چی؟ رضا یه کسیه که مأمون گولش زده، آوردتش، ازش استفاده کرده، سواری گرفته، یه انگور بهش داده، گفته برو من برم بشم غلام رضا. خب وقتی نفهمیم همه این کارا رو میکنیم. کاری که من دارم میکنم، دارم بدون اینکه بترسم سنگ بشم، آجر بشم، کج بشم، بمیرم، مریض بشم، هر اتفاقی میخواد واسه من بیفته بیفته، حرفی رو میزنم که تا روزی که من شروع نکرده بودم همه از گفتنش وحشت داشتند. تو خونهشون یواشکی میگفتن، رو ار کسی جرأت نداشت. 6 سال پیش اینجا شما تلفن به هر بدون استثناء گوینده میکردی، میگو آقا با اعتقادات مردم کار نداشته باش. امروز اون پرده بریده، اون پرده دریده. سال 1984 آقای نوریزاده اومد به من گو آقا این وارد آخوندی که درست کردی میکشنت تو لندن. کار ما اونجا از هم جدا شد. نمیگم اون آدم بدیه، او راه دیگه میره، من راه دیگه میرم، هر دومونم برای ایران فکر میکنیم. ما تا راه ها فرق میکنه. ما نباید دشمن هم دیگه باشیم. ما اختلاف عقیده داریم، اختلاف سلیقه داریم. روز چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر ایستگاه 2 میدان سبلان، اگر به صلاحتون هست برید این گروه رو کمک بکنید. خیلی حرفای بزرگی زدن امروز. من بازم راجع به این مسئله صحبت میکنم. من میدونم رهبر گروه های ما هستیم هم در ایران، اونا هم صدای منو میشنون، مال نمیدونم گروه های دیگه از همه جا هستند. خودتون تصمیم بگیرید، خودتون ببینید کار درسته بکنید. من نمیدونم، من اونجا نیستم، من احساس خوبی دارم، همین، شایدم اشتباه باشه. این برنامه روز یکشنبه بعد از ظهر پخش میشه و آخرین پخش برنامه در روز تعطیلی از هفته آینده ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس بازپخش برنامه های منه. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.